قیمت متریال و فارم توی سیزن 3 سی دراگون فلایت واقعا شت شت و خیلی آشغال و خیلی پایینه به نظر من دیگه فارم نمیصرفه وقتشه که بریم سراغ بوست مگه نه <applause> اسپانسر این ویدیو هم تیم وو آنلاین بچه ها میتونید به سایتشون سر بزنید که لینکشون همین پایین تو دیسکریپشن و توضیحات بیشتره ویدیو هست همونطور که میبینید بچه ها تخفیفات بلک فرایدی گیرا بوستر هم گذاشتن که 14 روز براش وقت دارید اگه میخواید از مسئولات تخفیف خورده استفاده کنید بهتون پیشنهاد میکنم و سر به سایتشون بزنید برای امروز توی این ویدیو میخوام براتون در مورد بوست صحبت کنم و خوبی ها و بدی های بوست و نسبت به فارم بهتون بگم آقا چه خوبی داره بوست چه بدی داره بوست سریع در مورد صحبت کنیم و نتیجه گیری بکنیم اول اصلا میریم سراغ نکات مثبت بوست چه نکات مثبتی داره بوست که باعث میشه از فارم بهتر باشه و خیلی تصمیم بگیرن به جای فارم کردن برن سراغ بوست کردن اولین نکته مثبتی که واقعا خیلی بلده و همتون شاید شنیده باشید و بدونید اینه که آقا از بوست خیلی بیشتر از فارم میشه گلد به دست آورد شما توی فعالیت های بوستینگ واقعا از فارم پول بیشتر و گلد بیشتر میتونید به دست بیارید البته اینو بهتون بگم که بچه ها داریم به صورت کلی صحبت میکنیم همیشه استثناهایی وجود داره شاید یه سری فارما باشه که واقعا از بوست بیشتر گلد بده برای مثال کسی که واقعا 60 تا هیروی لول 70 داره باشون فارما مختلف انجام میده یا کسی که داره فارم بیوی رید انجام میده و خیلی خوش روزی دو تا بیوی داره براش دراپ میکنه من آدمی رو دیدم باش فارم کردیم واسه ما هر سه روز یه بار یه دونه بیوی دراپ میشد واسه اون داداشمون هر روز دو تا بیوی دراپ میشد پس یه سری استثناء ها هست بعضی وقتا واقعا فارم از بوست بهتره ولی اگر کلی بخوایم در نظر بگیریم و استثناء ها رو در نظر نگیریم واقعا این حرف درسته که از بوست خیلی بیشتر از فار میشه پول در آورد یا گل در آورد و این مهمترین دلیلیه که خیلی ها میرن سمت بوست به نظر من حقم دارن مخصوصا تو سیزن سه دراگون فلوت که واقعا شت شت شده فار نسبت به بوست بوست هنوز خوبه پس بیزیم سراغ بوست نظرتون چیه؟ یکی از برتری هایی که بوست نسبت به فارم داره یا بخوام بگیم نکته مثبت دوممون که در مورد بوست میخوایم بگیم اینه که هاچی خیلی بیشتر از فارم حال میده شما توی بوست میری کانتنت های اند گیم میزنی میری دانجه میزنی میری ریت میزنی میری پی وی پی میزنی حالا اصلا من بوست لول و کاری ندارم و توی این ویدیو هر جا گفتم بوست منظورم بوست لول اپ نیست بوست لول به نظر من با فارم هیچ فرقی نمیکنه بچه همون فارمه وقتی میگم بوست منظورم بوست پی وی پی ریید و دانجن کسانی که دارن بوست انجام میدن دارن یه کانتنت اند گیمو میزنن و, می و خب بهشون حال میده کسی که داره فارم میکنه یه فعالیت تکراری داره یه قسمتی از مپ انجام میده و خب حوصله‌اش سر میره بعد سه چهار ماه دیگه مغزش واقعا میگوزه ولی کسی که داره بوست انجام میده خب خیلی بیشتر بهش حال میده داره دانجن میزنه داره رید میزنه داره پی میزنه پولم به دست میاره این یکی دیگه از نکات مثبت بوستی که شاید خیلیا بخوان برن سمت بوست و, بوست, و بوست و به فارم ترجیح بدن یکی دیگه از نقاط مثبتی که بوست داره دوستان من حس بهتریه که پلیر پیدا میکنه برای مثال شما داری فارم میکنی تو بازی رفیقت میاد بهت میگه شنیدم از تو بازی داری پول در میاری چیکار میکنی مثلا برمیگردی بهش میگی دارم از تو بازی سنگ و گل جمع میکنم خب اس خیلی خوبی نداره حتی واسه کسی که میخواد اینو بیان کنه ولی حالا فرض کنید بوسترید رفیقتون میاد میگه شما تو بازی دارید چیکار میکنید میگی آجی من دارم بوست میکنم اونایی که بازیشون خوب نیست و میبرم با خودم براشون رنگ کاب میکنن رنگ کم بالاست و میدونی یه یه جورایی حس خوبی داره و من خیلی دیدم که مثلا بوسترها به فارمرها میگن که شما دارید بازی رو خراب میکنید دارید اکونومی گیم رو خراب میکنید در حالی که اگه بخوایم واقعبین باشیم کسی که بوست میکنه هم داره اکونومی گیم رو خراب میکنه حالا چه بوست چه فار هر جوری که از بازی بخوای درآمدزایی کنی اکونومی گیم رو خراب میکنی ولی به هر حال ای نیست دیگه ما تو ایران داریم زندگی میکنیم و وضعیت اقتصادی انقدر تخمیه که اگه بوست نکنیم یا اگه فارم نکنیم سر ماه قسطامون میمونه و هیچ کاری نمیتونیم بکنیم پس واسه اینکه اجاره‌مون رو بدیم قسطمون رو بدیم مجبوریم که فارم کنیم یا بوست کنیم ولی در کل نکته مثبتی که بوست داره که حس بهتری داره یعنی اون کسی که بوست میکنه حتی کسی که داره بوست لول اپ انجام میده سینشو سپر میکنه میگه بابا من بوسترم و من خیلی خفنم ولی کسی که داره فارم میکنه حس بدتری داره و افسورد افسورد تره یعنی فارم افسردگیش زودتر و بیشتر نسبت به کسی که داره بوست انجام میده این هم نکته مثبت دیگه شاید جلوه بهتری داره بوست شاید قیافه و ظاهر و پرستیج بهتری داره بوست واسه همین شاید خیلی برن سراغ بوست بجنی که بخوام برن سراغ فارم اینا نکات مثبت بوست بود که خواستم خیلی سریع بگم مهمترین نکات مثبتش همین بود که از بوست پول بیشتری میشه درآورد و واسه همین خیلی میرن سراغ بوست حالا میریم برچه یه سری از نکات منفی بوست رو بهتون میگم یه سری از حقیقت ها در مورد بوست که شاید شما واقعا تو استارت که میخواید به اطلاق بوست ندونید یا شاید کسی که میاد بهتون میگه بیا بوستر شو تو قدم اول اینا رو بهتون نمیگه شاید چون اینا رو بدونید از بوست فراری شید. اولین و بزرگترین نکته منفی که بوست داره بحث خاک خوریشه به قول گفتنی یا اون زمانی که شما باید بذارید که از نقطه صفر تبدیل شید به یه بوستر بچه و هیچ زمان مشخصی هم نیست بستگی به این داره که خودتون چقدر بازی رو بلدید و چقدر استعداد دارید یکی میبینی تو یکی دو ماه تبدیل به بوستر حرفه میشه یکی هم می بینید که مثل بچههایی که من میشستم تو دو دوست داره که هستن که الان دو سال سه سال داره ورد و رف بازی میکنه ولی هنوز نمیتونه بوستر شه خیلی هم دوست داره بوستر شه ولی نمیتونه بوستر شه چون استعدادش رو نداره توی این بحث استعداد نداره پس یک بخش خیلی بزرگی یک زمان خیلی زیادی که حالا بستگی به خودتون داره واقعا هیچ حد و مرزی نداره که من بخوام اینجا زمان بگم مثلا بگم یک هفته دو هفته یک ماه دو ماه سه ماه از یک ماه دو ماه سه ماه به بالا پنج ماه شیش ماه هفت ماه اگه خیلی حرفه ای باشید استعداد داشته باشید یکی دو ماه اگه استعداد نداشته باشید از دو ماه به بالا دو ماه تا یک سال تا دو سال بستگی به خودتون داره یک زمانی رو شما باید بذارید که برید توش رنکتون رو بیارید بالا آیتم لولتون رو بیارید بالا تایر رید بگیرید بازی رو یاد بگیرید خب و توی این زمان شما یه چستومنی از تو بازی پول در نمیارید حالی که کسی که میخواد فارم کنه خیلی سریعتر به شرایطی میرسه که بخواد فارم کنه و از تو بازی گلد به دست بیاره ولی کسی که میخواد بوست بکنه یک زمان خیلی طولانی رو باید بره سراغ آماده شدن که توی اون زمان یه چستومن هم در نمیتونه بیاره پس اوکی بوست یک بدی داره که این بدی باعث میشه خیلی سمتش نرن اونم اینه که آماده شدن واسه بوست خیلی طول میکشه و یه تایم طولانی شما باید پا بزنی بدون اینکه هیچ پولی به دست بیاری یه نکته دیگه که در مورد بوست باید در مورد صحبت کنم که میشه گفت نکته مثبتشه یا شاید نکته منفیشه مثلا من گذاشتمش تو نکات منفی اونم درجه بندی بوسته خیلی ها رو میبینید میان در مورد بوست صحبت میکنن میکنن اگه بوسترشی شی انقدر در میاری گوزکون پلنگ میگیری ماچ از نهنگ میگیری ولی یه چیزی که خیلی ها بهتون نمیگن اینه که آقا بوست درجه بندی داره یکی رو میبینی که داره دانجن میتیک که 15 بوست میکنه یکی رو میبینی که داره دانجن میتیک که 25 بوست میکنه جفتشون دارن یک مقدار زمان میذارن نیم ساعت یا چل دقیقه میذارن میرن یه دانجن میزنن میان بیرون ولی اون کسی که داره دانجون میتیک که 25 بوست میکنه ده برابر کسی که داره دانجون میتیک که 15 بوست میکنه پول در میاره بوست درجه بندی داره بچه ها. از آسون به سخت اون خونه های اولیش که بوست آسون بهش بگیم دانجون میتیک که 10 15 رید هیرویک مثلا رید میتیک نه رید هیرویک به های میتیک که پایین اینا رو اکثرا میتونن انجام بدن هر کسی که یه وقتی به و یه خاک خوری کنه میرسه به خونه اول که بوست های ابتدایی رو بتونه انجام بده این بوست های ابتدایی به سرعت قیمتشون میریزه و به یک جایی میرسه که این بوست ها با فارم هیچ فرقی نمیکنن کسی که داره بوست دانجن ده انجام میده کسی که داره بوست لول اپ انجام میده و کسی که داره فارم میکنه واقعا هیچ فرقی نمیکنه اون فقط وقتی بیشتری گذاشته خوشی کرده پول بیشتری در نمیاره بوست درجه بندی داره و اون درجات بالای بوست که مثلا دانجون که 25, 26, 27 باشه که برای مثال بوست پی وی پی باشه که برای مثال بوست رید میتیک باشه نه هیرویک خب اون درجات بالای بوست عزیزان من شاید از هر ده نفر یه نفر بهش میرسه از هر ده تا بوستر یه بوستره که داره دانجن خیلی بالا رو بوست میکنه از هر ده تا بوستر یه بوستر که داره رید میتیک میزنه از هر صد تا بوستر یه بوستر که داره بوست پی وی پی انجام میده پس اینو بدونید به اون کسی که دانجن میتیک ده هم بوست میکنه میگن بوستر به اونی که دانجن میتیک 25 هم بوست میکنه میگن بوستر ولی اختلافشون از زیر زمین تا آسمونه بچه و واقعا هر کسی به اون نقطه بالا نمیرسه حتی اگه وقت خیلی زیادی بذارید چرا؟ چون بحث رنکینگ اگه تو بازی های مختلف سعی کرده باشید رنک بازی کرده باشید این قضیه رو میدونید یه سریا به رنک های بالا میرسن چون توی اون بازی استعداد دارن یک سریا خودشونو پارم بکنن چند سالم اون گیم رو بازی کنن به رنگ های بالای اون گیم نمیرسن چرا چون توی اون بازی استعداد ندارن و شما تا ترای ندی و نری سمتش یاد نمیگیری این قضیه رو و نمیفهمی که استعداد داری یا نه شاید بری تمام سعی خودتو بکنی کلی وقت بذاری ولی هیچ وقت نتونی جزو بوسترهای برترشی دوستان گرامی من تعداد بوسترها الان خیلی زیاد شده خیلی بیشتر از چیزی که فکرشو بکنید ولی تعداد کسایی که دارن بوست های رد بالا انجام میدن کماکان پایینه و کمه اینو بدونید که بوست درجه بندی داره و هر کسی نمیتونه به اون درجه بالاش برسه واقعا نمیتونه حتی اگه سعی کنه حتی اگه وقت بذاره حتی اگه انرژی بذاره حتی اگه خوش پاره کنه یه سری ها نمیرسن به اون درجات بالای بوست یکی دیگه از نکات منفی بوست که جا داره حتما بهش اشاره کنیم اون اینه که آقا زمان شما دست خودتون نیست به غیر از این که هر موقع سیزه میاد بعد یه خاکخوری کنی بری لول کنی گیراب کنی رنگ کنی تو اون تایم هیچ پولی نمیتونی به دست بیاری قبلا در مورد صحبت کردیم آقا شما زمان دست خودت نیست کسی که داره فارم میکنه مثلا میگم ساعت دو نصف شب راست میکنه میگه آقا از الان تا ساعت پنج صبح سه ساعت میخوام فارم کنم و میره فارم هم میکنه اسپات فارم که فرار نکرده اونجا هست میره تو اسپات فارم فارم میکنه ولی کسی که بوستره مثلا ساعت سه نصف شب راست کنه بگه تا ساعت پنج صبح دو ساعت میخوام برم بوست انجام بدم چه اتفاقی میفته بیلاخ مگه ساعت سه صبح تا پنج صبح مشتری است که تو بری بوست کنی مگه هر موقع تو حال کردی میتونی بری بوست کنی به هیچ عنوان شما وقتی که بوستر میشید بچه ها این واقعا حقیقتیه که شما بعدها متوجه میشید وقتی که رفتید تو دل بوست بچهایی که بوستر هستن خداییش تو کامنت ها بنویسید که من دارم راست میگم و دروغ میگم شما وقتی بوستر میشید میشید بنده کامیونیتی شما وقتی بوستر میشید میشید نوکر مشتری میشید بنده و نوکر کامیونیتی و مشتری تمام شد و رفت آقا چه زمانی مشتری هست برای مثال میگم سه شنبه ها چون فرداش ریست هفتگی مشتری خیلی بیشتر است پس شمایی که بوستری نوکر مشتری سه شنبه ها حتما باید باشی سه شنبه نباشی خودت ضرر میکنی شمایی که بوستری ساعت 4 صبح 5 صبح سگ بوست نمیره از بعد از ظهر تا آخر شب حتما باید آنلاین باشی که توی این تایم اگه بوست خورد بری شمایی که بوستری میشی بنده و نوکر کامیونیتی هر چی بهت میگه مجبوری قبول کنی 30 درصد 40 درصد کات ادورتایزر ورمیداره مجبوری بگی چشم قبول هر چی تو میگی مشتری میاد به چرت و پرت میگه حق نداری جوابشو بگی بعد بگی چشم هر چی تو میگی قبوله شما وقتی بوستر میشید بچه ها زمانتون دست خودتون نیست و باید خودتون رو با کامینیتی ها و مشتری ها همان کنید آقای مشتری شما کی وقت داری؟ هر موقع شما وقت داری؟ لطف کنی به من بگی من همون موقع بیام بوستت کنم اینطوری نیستش که خب آقای بوستر تو کی وقت داری من بیام بوستم کنی مشتری تعیین میکنه اینطوری نیست که تو شاخشونه بکشی کامیونیتی واسه تو تعیین میکنه و این یک بار روانی خیلی زیادی روی بوسترها داره اینو که این که شما زمانتون دست خودتون نیست و اینکه شما بنده و نوکر کامیونیتی ها و مشتری ها میشید متاسفانه همچین بحثی هست پول خوب میخوای از تو بوست در بیاری باید پی این کارا هم به تنت بمولی آخرین نکته منفی که توی بوست هست و میخوام در مورد صحبت کنم بحث استرس بچه ها. شما هر کاری بکنی توی زندگی که بخوای از توش پول در بیاری یک مبنایی هست به نام استرس شغلی همه دارن هر کسی که به هر نحوی داره پول در میاره استرس شغلی داره برای مثال کسی که داره فارم میکنه چه استرس شغلی داره نکنه این فارمی که من دارم انجام میدم فردا قیمتش بیاد پایین نکنه این فارمی که من دارم انجام میدم بلیزارد فردا نرفش کنه نکنه آیتمی که گذاشتم تو اکشن هوس فروش نره اینا همه میشه استرس شغلی کسی که داره فارم میکنه کسی که داره بوست میکنه استرس شغلی به شدت بیشتری داره بچه اصلا قابل قیاس نیست یه نکته ای که توی کامیونیتی ها هست و توی بوست هست بحث استرایک استرایک یعنی چی به شما یه بوستی رو تحویل میدن اگه شما اون بوست رو نتونی به هر دلیلی انجام بدی به جای اینکه بهت پول بدن ازت پول هم میگیرن ازت پول کم میکنن جریمت میکنن حالا آره حتما به خودت میگی چجوری میخوام منو جریمه کنم من بهشون پول نمیدم کامیونیتی هایی که واسه بوست هست و شما باید بید باشون کار کنید چاره ای ندارید جز کار کردن با این کامیونیتی ها اینجوری که هر هفته با شما تصویه میکنن در طول هفته هر چقدر بوست رفتی جمع میکنن آخر هفته به تحویل میدن گلدشو حالا فرض کن از اون گلدی که دست کامیونیتی داری اگه کوچکترین خطایی ازت سر بزنه توی بوست به هر دلیلی نتونی بوستو کامل کنی نتت قدشه، اینترنتت قطشه لگشی حتی خود بایر بره نینجا پول کنه نظر شما بوست انجام بدی شما استرایک میخوری و از اون پولی که شما جمع کردی پیش کامیونیتی جریمه کم میشه بله دوستان عزیز وقت گذاشتی رفتی بوست انجام دادی توی بوست در طی عمل بوست یکی از حالا هم تیمی هات دیسکانکت میشه هم اون هم همه شما با هم دیگه که پول به درس بیارید پول ازتون کم میشه و خیلی بحث استرس شغلی توی بوست زیاده واسه همینه که من تیمای خیلی بزرگی رو دیدم تیمای چهار نفره بوست که چهار تا پلیر خار و مادر چهار تا از بهترین پلیرهای ایران بودن ولی بیشتر از یک ماه نتونستن با هم بازی کنن و توی تیم باشن چرا به همین دلیل استرسی که هست به خاطر اینکه آقا یکی یک, یک, یک نتش ضعیف میشد اون سه دیگه شروع میکردن بهش فوش دادن چون فقط بحث خراب کردن دانجن نبود اون با قطع شدن نتش داره پول بقیه هم خراب میکنه و وقتی بحث پول میاد وسط استرس خیلی بیشتر میشه و استرس شغلی بوست فراتر از اون چیزیه که بتونید فکرشو بکنید و اصلا قابل قیاس با فارم نیست شما فارم واقعا به تخمم به تخمم میری فارم میکنی هر چی شد شد وسط فارم نتم هم قد شد شد به تخمم امروز کمتر فارم کردم ولی وسط ف... وسط بوست نتت قد هم خودت هم ستاره رفیقی که همراه هستن همه با هم استرایک میخورید و یه بار منفی خیلی سنگینی هم توی ذهنتون میاد بچا اینا نکات منفی و مثبت بوست بود. خواستم خیلی خلاصه بهتون توضیح بدم خیلی حرفا هست که در این مورد میشه زد خواستم بهتون بگم که آقا از بوست پول خیلی بیشتری میشه به دست آورد درسته ولی این شرایط هم داره اگه یه وقت میخواید بوستر شید این شرایط هم در نظر بگیرید و باید بهتون بگم که دوستان گرامی من من قبلا یک ویدیو آموزش تکمیلی گذاشتم واسه بچههایی که از صفر میخوان بوستر شن. لینک اون ویدیو روی صفحه میاد با اینکه اون ویدیو قدیمیه ولی توش اطلاعاتی که دادم سر کردم جوری باشه که تاریخ مصرف نداشته باشه پس با دیدن این ویدیویی که روی صفحه اومده میتونید شروع کنید و یک بوستر شید و اگه از این ویدیو خیلی خوب استقبال شه شاید یک ویدیوی آموزش تکمیلی بوستم آپدیت شده جدیدا برات بذارم ماچ به کله همتون